که توی سال هفتاد به فرمان مستقیم آقای خامنه ای در زمان فرماندهی رحیم صفوی قرارگاه سارالله تهران شکل گرفت برای ایجاد نظم و امنیت در پای تخت قرارگاه سارالله از چند جهت حایز اهمیت یکی اولینش اینه که این قرارگاه فرمانده نداره جانشین و قای مقام داره ولی فرماندهیش به شک و همچنان که از ابتدا تا امروز دیدیم فرماندهیش همچنان بر عهده فرمانده کل سپاهه این میتونه یه سیگنالی باشه که آنچه که در قرارگاه سارالله انجام میشه و پیگیری میشه بیانگر نظرات فرمانده سپاه و همچنین فرمانده کل قوا یعنی رهبره سال 74 اینا اومدن قرارگاه سارالله الله رو تشکیل دادن از قرارگاه سارالله که سازماندهیش همون دو تا لشکر عمده بود یک تیپی از لشکر 27 تهران به اسم تیپ یک تیپ یک اومد مسئول بخش امنیت شرق تهران و شمال تهران شد و اینها اومدن داخل قرارگاه سارالله یک جوانی بود که قبلا قایم مقام گردان مقداد بود و خیلی هم شلوغ کاری کرده بوده در گذشته خودش و به عنوان بسیجی ویژه و پاسدار افتخاری وارد قرارگاه سارالله شد و شروع کرد کار اطلاعاتی کردن کیو میگین شما که هدفش همین همین مرد قصه‌های ما آقای سراج بله, ایشون اومد یه تزی رو در قرارگاه سارالله ارائه داد که همچنان هم ما میبینیم از این تز داره استفاده میشه به اسم اطلاعات موزاییکی و اومد یه سری از بچه بسیجی های تهران رو که حالا در یکی از برنامه ها من یادم اشاره کردیم مثلا به عنوان مثال همون علی رضای نبید که الان تو شهر داریه اومد اینا رو جمع کرد و به اینا هر کدومشون هر ده تاشون یه خونه امنی داد و یک خونه ای داد و گفت شما برید محلات و شناسایی کنید یه فرمایی بود منم دیده بودم اون زمان مثلا نوشته توی این کوچه ده تا خونه است از این ده نفر پنج تاشون شغل آزاد دارن چهار تاشون کارمندن یکیشون ناراضیه یکیشون سابقه داره این فرم رو اینا داشتن اطلاعات جامعه را داشتن برای مواقع بحران آنچه که در بعد از بیست یکم یا بیست و دوم تیر سال 78 به اتفاق افتاد و قرارگاه سارالله به دستور شورای عالی امنیت ملی اومد به میدون اینها اومدن با توجه به اون اشراف اطلاعاتی که نسبت به تهران داشتن راست هم میگن آقای شمخانی اون موقع وزیر دفاع هم بود اومد گفت ما یک هفته تهران آروم کردیم و اومدن با اون اشراف اطلاعاتی کنترل و اوضاع رو به دست گرفتن و خب تهران رو آروم کردن این شد آس برنده و برگ برنده ای آقای رضای سراج اینجاست که آقای رضای سراج حالا از قرارگاه سارالله تهران پاش باز شده به وزارت اطلاعات پاش باز شده به معاونت اطلاعات سپاه پاسداران و تونس برای خودش یک نام و عنوانی پیدا کنه همین تزه به قول معروف اطلاعات مزایکی که رضای سراج رو در سال 78 مطرح کرد ما میبینیم ده سال 15 سال بعد سردار همدانی به عنوان فرمانده سپاه محمد رسول الله میاد میگه که ما در سال 88 اومدیم از یک سری از اشرار و یک سری از افراد سابقه دار استفاده کردیم برای آروم شدن تهران این دقیقا همون تزه که همچنان هم داره اجرا میشه حالا در این گذر زمان که حالا یک بار آقای رضای سراج یهود دکتر هم شد معلومی از کجایشون دکتر شد اومده برای خودش یک اطلس یک دایره طول سیاسی هم را این و شروع میکنه باش خودش میگه که من اشراف اطلاعاتی دارم و من میدونم و من میتونم حدس بزنم که چه اتفاقی میفته اصلا که این حرفا نیست شما وقتی که وصل باشی به یک منبع عظیم اطلاعاتی خب بدونی گذشته فرد چیه چه کارهایی کرده وقتی اینو بری تو زندان بهش بگی خب کلی طبیعیه یا در هم میریزه میاد تواب میشه یا اینکه مقاومت میکنه و شما میگی از جای دیگه خط گرفته بوده این عملا من احساس میکنم یک بزرگ نمایی و یک تبل تو خالی یکی انجام شده ولی خب نمیتونیم هم منکر این باشیم که بچه زبرز رنگی بود و تونسته از یک بسیجی پرشر و شور گردان مقداد خودش رو امروز برسونه به اینجا ببینین حالا باز میگردیم به فرصت باشه با بس... سراج این یه تیکه فیلم ببینیم از رزمایش قرارگاه سارالله که مال شهریور پارساله گانهای قرارگاه سارالله متشکل از دویست و سی گردان از گردانهای امام علی علیه السلام امام حسین علیه السلام آشورا از زهرا و بیت المقدس حضور دارند مرحله استقرار رزمایش 50 هزار بسیجی دیروز با استقرار گردانها در بوستان ولایت تهران و با پیام فرمانده کل سپاه آغاز شد فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، رئیس سازمان انرژی اتمی و رئیس شورای شهر تهران در رزمایش حضور دارند. رهبر راه در این خواد. در ازمایش اقتدار سارالله که پنجا هزار بسیجی در قالب به گردان حضور داشتن سلاوت و سازماندهی بسیج برای مقابله با تهدیدات امنیتی به نمایش گذاشته شد آقای ابراهیمی میگه 50000 بسیجی در قالب 252 گردان بعد اسم چند تا گردان هم میبره اولا این گردانایی که اسم میبره 5 تا گردان اسپور این گردان ها برای هدف معین و مختلفی متفاوتی درست شدن و بعد این آمار درست خواهش کن بله این آمار انقدر غلطه که مجدی ما میبینیم که میگه 230 تا بعد اون خبرنگار میدانی میگه 252 تا بعد میگن 50000 تا بعد ما نمیدونیم این 50000 نفر این گردانا رو چقدر حساب کردن که شده 252 تا بعد به قول شما 5 تا گردان هم بیشتر اس نمیبره به حجت این که خب همون آماسازی های قلابی ما حد گردانی چند حساب کرده شده 252 تا معلوم نیست از این 50000 تا ولی خدمت شما عرض بکنم این گردانهای های آشودا میشه گفت از دهه 70 در نیروی مقاومت بسیج شکل گرفت دو تا گردان بود به اسم گردان آشورا و گردان ازهرا گردان آشورا برای بسیجیان مرد بود گردان ازهرا بسیجیان زن بود اینها خب اون موقع نیروی مقاومت تعریف خودش رو داشت هنوز وارد این سازمان بندی ها نشد ولی امروز عملا قرارگاه سارالله تهران زابطین امنیتی خودش رو نیروی مقاومت بسیج یا همون سپاه محمد رسول الله قرار داده این سپاه محمد رسول الله چند تا گردان داره مثل همین گردان آشورا، گردان ازهرا، گردان امام علی این گردان ها هر از گاهی هم یک مانور خیابانی دارن مانور موتوری و اینها هدف اصلیشون دقیقا همون برقراری امنیت در تهران که حالا خودشون میگن امنیت ولی کاملا معلومه برای یک معمولیت مشخص که از نوع مانورهاشون و از نوع معمولیت هایی که در اینها دادن معلوم که کاملا برای سرکوب خدمت شما هست کنم از اینها استفاده شده و استفاده میشه و هر از گاهی هم در اون دهکده مقاومت که هم ساختمون قدیم لشکر 27 هفته میان هایی دارن که معلوم کارشون کاملا آموزش نحوه های جدید سرکوبه